بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غاق تلویزیون بهار تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. مورد از اینکه آقای ترامپ هفته پیش به ویروس کرونا مبتلا شدن و فعلا ظاهرا خوب شدن، اما 14 روز ضرورت دارن که به قرنطینه باشن و امو دوره نقاهت خود تیر کنن. این از آقای جری پرسان میکنم که اینا در افغانستان هم بودن و طالبان در دو هنوز به نتیجه نرسیدن. جواب آقای ترامپ بر مردم افغانستان چی خواد بود با توجه به گذشته بسیار تاریک طالبان که هنوز هم در دوحه قطر آشتی نمیکنن و هیچ به موافقه نرسیدن؟ I mean, Afghanistan has been fighting since 1979. I mean, when will the fighting end? When will there be a generation that grows up without war in Afghanistan? مردم افغانستان، مخصوصا زنهای افغانستان، بسیار خاطرات تلخ داره. به نظر شما جواب آقای ترامپ بر از این تعداد مردمی که طالبان خوش نداره نظر به کارکردهای گذشتهشون چی است؟ شما اگر سر خود فوکس کنین که مشکلات را دیدین، حالا اگر یا اینا در راستن میگه لحظه دیدار نزدیک از باز میلرزه دلم دستم. آیا شما انوزا میخواین از آقای ترامپ حمایت کنین و مردم تشویق کنین، یا مطور که پیشتر گفتین من هم میخواییم که فورس یا فشار بیارم؟ چه نظر دارین برازی که شما وجودتان از دست دادین، انگوشتایتان از دست دادین؟ چرا امریکایی افغان تبار به جای بایدن که اکثریت در افغانستان بایدن تایید میکنن از آقای ترامپ حمایت کنه؟ چون خودت کسی هستی که در مقامات بلندپایه امریکا ما همیشه دیدیمت. If you take a look at the Afghan Americans that are here in the United States, they've enjoyed economic. گفتنم اونه که جری در افغانستان بوده، تجربه بسیار کافی از افغانستان داره. بیاین کمی سوال از آقای جری پرسان کنیم. زن است که تاریخ جهان می سازد، شهکار شگفت جاودان می سازد، با دانش خود رود به سوی افلاک، دنیای دیگر به کاروان می سازد. که صدای خشمالود از سر از مجده جمالزاده است که یکی از نویسنده‌های بسیار معروف کشور کانادا. او کسی رای می دهم که مدافع افغانستان و به نفع افغانستان کار بکند. یقینا. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. سلام بیننده عزیز. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غاق تلویزیون بهار تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. اثر گرفته شدن دیدار هیئت‌های افغانستان و طالبان پس از بنبست در مذاکرات سال. به گزارش سرویس فارسی بی بی سی، هیئت‌های تماس تیم مذاکرات طالبان و دولت افغانستان تایید کردند که شب گذشته با هم دیدار و نشست داشتند. در توییتر تیم مذاکراتی صلح دولت افغانستان آمده که نشست گروه‌های تماس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و جانب مقابل برگزار گردید. در این جلسه روی موارد اختلافی بحث‌های جدی صورت گرفت و توافق شد تا برای حل آن جلسات ادامه یابد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در توییتر خود برگزار شدن این نشست را تایید کرده است. او نیز گفته که قرار شد برای حل مسائل اختلافی نشست ها ادامه یابد. محمد رسول طالب از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت در مصاحبه با بی بی سی گفت که کار روی میکانیزم پیشنهاد شده از سوی امریکا، قطر و برخی کشورهای دیگر جریان دارد تا مشکل پیش آمده حل شده
و مذاکرات سرعت بگیرد. با گفته او نمایندگان این کشورها در روزهای گذشته دیدارهای با هیئت‌های دولت و طالبان داشته است. دو تیم مذاکراتی تقریباً در دو هفته گذشته هیچ نشست رسمی با هم نداشتند. مقام‌های افغان گفته بودند که مذاکرات در دوحه به دلیل اصرار بی جای طالبان برخواست‌هایشان به بن‌بست کشیده شده است. با گذشت حدود یک ماه از آغاز مذاکرات طرفین در دوحه هنوز هیئت‌های مذاکره کننده نتوانستند روی طرز العمل مذاکرات به توافق برسند. پیش از این گفته شده که طالبان اصرار دارند که تنها فقه انفی و موافقتنامه طالبان و امریکا در این روند مبنای حل اختلافات باشد، اما دولت در مقابل بر در نظر گرفتن فقه جعفری و اعلامیه مشترک امریکا و دولت نیز اصرار دارد. بدتر گفته شده که هیئت دولت راه‌های بدیله را پیشنهاد کرده، اما طالبان همچنان بر خواست خود تاکید دارد. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، دولت افغانستان را متهم به اخلال در روند صلح می‌کند و می‌گوید که دولت علاقمند ادامه جنگ است، نه صلح. با دنبال ادامه اختلافات هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان و حل نشدن این موضوع، حدود 10 روز پیش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه سفر کرد. او در این سفر با هر دو طرف دیدارهایی داشته است. جزئیات این دیدارها منتشر نشده است، اما گفته شده که او در تلاش پادرمیانی برای حل اختلاف به میان آمده میان طرفین است. شورای عالی مصالحه افغانستان نیز اظهار امیدواری کرده که آقای خلیلزاد بتواند در این سفر مشکل پیش آمده میان دو تیم را حل سازد. چند روز پیشتر نیز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هیئت بلندپایه به دوحه سفر کرد و با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشت که در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان گفته که افغانها نباید اجازه دهند که این فرصت صلح از دست برود. او افزود که در این دیدار بر کاهش خشونت‌ها تاکید کرده، زیرا سبب خواهد شد که اعتماد بیشتر، حمایت از صلح گسترده و تیم‌های مذاکره کننده سریع‌تر پیشرفت کند. مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان به تاریخ 27 اسفند در دوحه قطر برگزار شد. هیئتی از مقام‌های دولت افغانستان و مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست اشتراک داشتند. پس از آغاز این روند، موجی از خشونت‌ها در افغانستان آغاز شد. طرفین پس از آغاز مذاکرات صلح یکدیگر را به افزایش خشونت‌ها متهم کردند. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غرق. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید.